بحروق رنج میبرید؟ من دکتر طایبی با بیش از 15 سال تجربه روش‌های طبیعی درمانی را برای سلامتی و بهبودی شما ارائه می‌دهم. تلفن 905-508-6668. بالاترین ثروت شما سلامتی شماست. با سلام و وقت بخیر و با درود خدمت شما عزیزان، آرزو شادی و سلامتی برای شما. چهارشنبه صورتمون شاد باش. این لحظات شادی و در واقع با هم بودن، از روح آتش پریدن و شادمانی رو به شما تبریک میگم. ان شاءالله که هر جا هستین بتونین چهارشنبه صورت رو هم اجرا کنین. البته در الان در تورنتو غروب گذشته و احتمالاً کسی خواسته انجام بده در حال انجام دادن هست و مطمئنم تا چند ساعت دیگه در لس آنجلس هم همین برنامه برقرار خواهد بود. من دکتر ابراهیم طایبی متخصص طبیعی درمانی هستم که این برنامه رو بیش از 11 سال خدمتتون عرضه می‌کنم به اسم سلامت تن و روان. در این برنامه گوشه‌ها و کنایاتی و چیزهایی که مربوط میشه به خود در واقع help self help، یعنی که کمک به خود و تغییراتی که میتونین انجام بدین رو براتون باز میکنم. بعضی وقتا در مورد داروهای طبیعی صحبت میکنیم و چگونه میتونین انرژی بدنتون رو بیشتر کنین برای مقابله با بیماری ها و کاهش استرس که به در واقع تجربه شخصی من بیشتر بیماری ها ریشه استرس داره. ای اندیشه من از هر کجا که بگذری، من از همانجا خواهم گذشت. چند نفر از شما عزیزان به این جمله معتقد هستید که ای اندیشه من از هر جا که بگذری، من از همانجا خواهم گذشت؟ داستان جالبی خدمتتون بگم. چندین سال پیش یک عزیزی برای ملاقات برای درد ناحیه کمر و شونه و گردن تشریف آورده بودن. در چند لحظه اول برنامه ایشون مختصر داستان زندگیشون رو گفتن و اینکه کار نمی‌کنن و احساس بیهودگی که خود این به گفته ایشون باعث تشدید دردشون میشد. ازشون پرسیدم خب چی شده در عرض 8 سالی که در کانادا هستی چطور نتونستی کار پیدا کنی؟ ایشون گفتش که والا تو کانادا به مهاجران کار نمیدن و این رو با یک قاطعیت کامل گفت، یعنی با یک باور خیلی قوی گفت، نه که بخواد در واقع سلب مسئولیت کنه. جوری که از صورتش پیدا بود گفتش که بله در کانادا به مهاجرا کار نمیدن. من خیلی تعجب کردم از اینکه کشوری که 90 بیش از 90 درصدش مهاجره چجوری میشه که به مهاجرا کار ندن. خود من یک مهاجر هستم. چیزی با ایشون نگفتم و چند جلسه رو باهاشون مشاوره داشتیم تا اینکه ازشون خبری نشد. بعد از 4-5 ماه تلفنی با من تماس گرفتن و عذرخواهی کردن که ببخشید من نتونستم بیام، چرا که الان حدوداً 3 ماه هست که کار میکنم. خیلی خوشحال شدم و بهشون تبریک گفتم و از اینکه تونستن برگردن حالا کلاً کاری رو شروع کنن و این باعث شادیشون بود، خیلی سر حال بودن، نردشون از بین رفته بود. چجوری میشه در عرض 2-3 جلسه باورهای نهان یک شخص رو تغییر داد؟ شخصی که میاد با یک باوری که به عنوان مثال من 60 سالمه و نمیتونم کار کنم، 60 سالگی سن بازنشستگیه و بعد از 60 من نمیتونم کار کنم، یا اینکه همه این قشر از مردم بدن و به من بدی میکنن، یا اینکه بر صورت به یکی از عزیزان میگفتش که 7 بار ازدواج کردم و 7 زن بد گیرم اومد. این چیزهای باورهایی که خیلی جالبه که ما با باورهامون در واقع یک سری تجربیات رو به وجود میاریم. کلا سوال اینه که آیا شما فکر میکنین که تجارب شما باورهای شما رو به وجود میارن، یا برعکس باورهای شما تجربه هاتون رو وجود میارن؟ خیلی از ما معتقد هستیم که چون یه تجربه رو کردیم و اون تجربه باورمون رو وجود میاره و برابر این همینی که هست.
چون من یه بار دم این مغازه یا سر این خیابون زمین خوردم، از اینجا دیگه رد نمیشم چون ممکنه دوباره زمین بخورم. یعنی تجربه‌مون باعث میشه که باورمون برقرار بشه. همینجوری که این تجربه عزیز رو گفتم خدمتتون در ابتدا، اینه که به محض اینکه شما باورتون رو تغییر میدین، حالا ممکنه با یه مشاوره باشه، با خوندن یک کتاب باشه، با دیدن یک فیلم باشه، با صحبت کردن با یه دوست نزدیک باشه، باورتون که تغییر میکنه بلافاصله رفتارتون هم تغییر میکنه. چند وقت پیش در جایی بودیم، یک عزیزی اومد، یک کانادایی اومد و یه ورقه دستش بود، میخواست که اون مسئول اون شرکت امضا کنه براش و تایید کنه که ایشون اومده اون تو اون شرکت برای در واقع درخواست کار و کار نبوده. ورقه رو میداده به سازمان در واقع بیمه های بیکاری و یه مبلغی ازشون میگیره. اون شخصی که این ورقه رو نگاه کرد گفتش که من این کار رو برات انجام میدم، ولی این که با رغبت این کار انجام نمیدم. بعد از اینکه رفت گفتش که ببین، اصلا قیافه این شخص به طوری مغموم و ناراحت کننده بود که هیچ اشتیاقی رو نسبت به پیدا کردن کار نشون نمیداد. کما اینکه من الان که ایشون رفته میتونستم فکر کنم من برای یکی دو جای مختلف که دوستای دیگم ممکنه به کسی احتیاج داشته بودن، این رو معرفیشون میتونستم بکنم، ولی آنچنان قیافه مغموم و ناراحت کننده و مایوسانه‌ای در این شخص بود که من اصلا یادم رفت یا رغبت نکردم که. ببینید، رفتار شما انرژی که از شما در واقع برون میریزه باعث میشه که تغییر ایجاد تغییر بشه و یا نشه. کلن یکی از روش‌ها و تکنیک‌هایی که ما در به وجود آوردن به کار می‌بریم اینه که رفتارمون رو و احساساتمون رو دریابیم که چیز هست. صحبتی که می‌کنم به دلیلی که برای شروع سال نو همیشه ما یک صحبت جدیدی داشتیم که چگونه سال نو رو که یک نقطه عطفی هست، من این رو در سالیان قبلم صحبت کردم که در سر سفره هفت‌سین یا هفت‌شین که میچینین و میشینین سر سفره، حتما یک نوت کوچیکی ممکنه توی کاغذی برای خودتون بنویسین، هر کسی، و چیزهایی رو که میخوان بهبود بدین، شفا بدین و یا تغییر بدین رو، چیزهایی که میخوان بهبود بدین، شفا بدین و یا تغییر بدین رو روی اون کاغذ مینویسین. ممکنه یکی دو تا باشه. برای سال جدید 1390 من میخوام این کارا رو انجام بدم، میخوام ترک سیگار کنم، میخوام همسری پیدا کنم، میخوام ماشین نو بخرم، میخوام محل زندگیمو تغییر بدم، میخوام درآمدمو بیشتر کنم، سلامتیم رو بیشتر برسم، حالا هر چیزی که خودتون فکر میکنین. و هر کدوم از اینها رو به صورت یک جمله که مینویسین، جلوش توی پرانتز احساستون رو مینویسین نسبت به اون. اگر مثلا به خرید ماشین نو احساستون خیلی زیاده، 1 از 10 مثلا احساستون 10 هست، مینویسید 10 از 10 احساس بسیار خوب، هیجان زده و شاد، هر احساسی که دارید. ممکنه در برای به عنوان مثال یکی از کارهایی که نوشتید احساس زیاد خوبی نکنید، یه سرم احساس ترس و یا نگرانی کنید از اینکه ممکنه این کار رو نتونم انجام بدم، باز هم اونو جلوش بنویسید. Emotions are the energy of motion. احساسات انرژی پشت انجام کار هستن. شما هر وقت که در واقع یک باوری رو اختیار میکنین یا تغییر میدین که بر حسب ارزش‌های اولیه‌تون هست، احساساتتون خیلی راحت میتونه به شما بگه به این مقصد میرسین یا نمیرسین، یا اگه میرسین چقدر سریع میتونین برسین. اگر احساساتتون احساسات شادی، هیجان، شعف باشه و 10 از 10 باشه، می‌بینید در مدت خیلی کوتاهی به اون مسئله رسیدیم. من افرادی داشتم که چیزی که به طور معمول 3-4 سال طول می‌کشیده، اینا در عرض 6 ماه یا 8 ماه تونستن انجام بدن. فقط و فقط به خاطر اون انرژی بسیار زیاد و اون شوق بسیار زیاد بوده که این تونستن این کار رو انجام بدن. چیزی که باعث میشه شما بتونین 20 ساعت در 24 ساعت شبانه روز کار کنین، چیزی که باعث میشه که بدون حالت در واقع ترس یا نگرانی و یا تعارف به همه کسانی که میشناسین زنگ بزنین و ازشون درخواست کمک کنین، بدون
هیچ دریغی کمک خالصانه بخواین و امیدوارانه بتونین کمک رو بگیرین، حالتی که شخص میدونه که اعتماد کامل داره که میتونه کمک بگیره. اینا چیزایی هست که توی شرایط و یا به وجود آوردن موقعیت جدید شما به کار میبرین. نوشتن و تکرار اینکه چه چیزی رو میخواهید، این رو میتونین حتی شب امشب بنویسین، الان بنویسین و زیر بالشتتون بذارین، فردا بخونین و تصحیحش کنین. به محض اینکه چشمتون رو باز میکنین، بغل میزتون باشه، بغل تختتون باشه، بردارین فقط بخونین اینها چیزایی که من در این سال جدید میخوام، سال 1390، اینها چیزایی است که من میخوام. ممکنه بر عرض ارزش‌های اولیه‌تون باشه که من این رو پیشنهاد میکنم به عزیزان، چون بعضی وقتا ما متوجه ارزش‌های اولیه‌مون نیستیم. در وهله اول سلامتی هست، به قول آقای بنجامین فرانکلین که میگه که سلامتی تنها چیزی است که به شما این احساس رو میده الان بهترین زمان سال هست. الان بهترین زمان سال هست. سلامتی ممکنه ارزش اولیه‌تون باشه، میتونین اینو بنویسین. چه کاری که میخواین بکنین، اون اکشنی که اون فعلی رو که میخواین انجام بدین برای بهبودی سلامتیت، اون رو هم مینویسین. میخوام 10 دقیقه در روز ورزش کنم. همیشه از کم شروع کنین. سنگ بزرگ نشونه نزدن هست. همیشه از کم شروع کنین. با 5 دقیقه، با 10 دقیقه شروع کنین و به نحوی این رو یادآوری کنین. ممکنه بنویسین روی کاغذ، بزنین جلوی آینه تو دستشوییتون، بزنین روی یخچال، بزنین جلوی آینه توی زیر آینه تو ماشینتون، فقط یادآوری باشه که 10 دقیقه امروز من میخوام پیاده روی کنم. مسئولیت سلامتیتون رو انتخاب میکنین و این رو اگر به همه بگین، به محض اینکه سال جدید شروع میشه به همه دوستانتون میگین من امسال سال برگزیدم که ورزش کنم به سلامتیم برسم، به عنوان مثال، یا ترک سیگار انجام بدم، یا اینکه مسافرت برم، حالا هر چیزی که خودتون، یا اینکه امسال تصمیم گرفتم هر ماه یک کتاب بخونم، تا آخر امسال میخوام 12 تا کتاب بخونم. این چیزایی هست که در واقع برای ایمپروومنت یا سلف ایمپروومنت یا پیشرفت شخصیتون هست. برنامه‌ای که برای خودتون رو میچینین 7 روز پشت سر هم تکرار کنین، این در ضمیر ناخودآگاهتون جای میگیره. خیلی جالبه، شما 7 روز 10 دقیقه صبح 10 دقیقه شب ورزش کنین. ورزش تو ممکنه پیاده روی خیلی ساده باشه، ممکنه یه دو نرم باشه، ممکنه ورزش و نرمش باشه که در خونه انجام میدین، دستتون رو بالا پای میبرین، حرکات یوگا انجام میدین، حالا هر چیزی که خودتون دارین. ببینین بعد از 7 روز یه حالت عادتی براتون به وجود میاد، درست مثل مسواک زدن. شما اگه عادت کرده باشین هر شب مسواک بزنین، اگه یه شب مسواک نزنین بخوابین، یه حالت بدی دارین، احساس میکنین یه چیزی گم کردین، احساس میکنین یه کاری رو مثلا انجام بدین و ندادی. ممکنه حتی نصف شب پاشین برین خوابالود، برین مسواک بزنین و احساس با اون احساس خوب برین دوباره بخوابین. در زمینه‌های ایجاد موقعیت‌های جدید، creation یا خلاقیت‌های جدید، ما روی تغییر باورها کار می‌کنیم که تغییر کلام رو به وجود میاره. کلاً به این صورته، باورهای شما فکرتون رو به وجود میاره، فکرتون احساساتتون رو به وجود میاره، احساساتتون کلامتون رو، کلامتون رفتارتون رو به وجود میاره که نتیجهش یک به وجود آمدن یک چیز جدیده. درست مثل اون عزیزی که باورش تغییر کرد که نه، تو کانادا به مهاجرانم کار میدن،